ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان علاوه فرمودن که تمام اینا درست، همه اینایی که بگید چرا من مقاومت نکردم، چرا این کارو نکردم، درست، ولی درشون گشتن روسیه گفتن اینا منو نمیخواستند و اینا میدونستن که من برم 40,000 آمریکایی هم از ایران خواهند رفت. من اگر برم تمام این تاسیسات که در شمال ایران در خلیج در بحر خزر هستش، بله، که تا نصف روسیه رو کنترل میکنه، اینا نابود خواهد شد و یه مملکتی خواهد شد به روسیه. الان هم واضح فرمایید، الان هم روسیه شده یک میدان تاخت و تاز برای ایران، شده یک میدان تاخت و تاز برای روسیه. با درود فراوان به شما تماشاگر برنامه کوچ ایرانیان هستید. این روزها به سالگرد انقلاب اسلامی نزدیک میشویم و در هفته گذشته سالگرد خروج شاه از ایران را پشت سر گذاشتیم. اهمیت خروج شاه از ایران بیشتر در این است که به معنی پایان حکومت سلطنتی محسوب می شود، هرچند که به ظاهر قرار بر این بود که سفر پادشاه بازگشتی هم در پی داشته باشد. شنیدم که در خاطرات مادر ملکه فرح گفته شده که در روزهای پایانی قبل از خروج شاه از ایران، شاه فقید در سر میز شام گفته است که این آخرین شام ما در منزل شماست، زیرا که از ما خواستند که کشور را ترک کنیم و به فکر بازگشت هم نباشیم. آقای دکتر عباس میلانی که بیشترین تحقیق را طی 10 سال گذشته در مورد محمد رضا شاه پهلوی انجام داده، در کتابش به نام شاه یا نگاهی به شاه نوشته است که پادشاه قبل از خروج بیش از نیمی از وسایل خود را از ایران خارج کرده بود. در اینجا وداع پادشاه را با مجسمه پدر خود می‌بینید که آقای امیر اصلان افشار هم در کنار ایشان ایستاده است. به هر حال تحلیلگران مسائل ایران سقوط رژیم گذشته را در مرتبه اول در ارتباط با عدم شهامت پادشاه در مقابل با شورش‌ها و دسیسه‌های روحانیت تندرو و ریاکار و همچنین تمامیت خواه می‌دانند. به هر حال همین قدرت ندادن به ارتش جهت خواباندن شورش‌های خیابانی که وظیفه نیروهای انتظامی بود، مملکتی را برباد داد و میلیون‌ها ایرانی را آواره کرد. و فقط هم به همین دلیل است که من در حضورتان نشستم و با هم عوامل این کوچ اجباری را بررسی می‌کنیم. خب میپردازیم به عوامل یاری دهنده به این کوچ اجباری. آقای دکتر امیر اصلان افشار اشاره داشتن که شاه در آخرین سفر خود قصد مسافرت به آمریکا را داشته است و مخصوصا تاکید داشتند که پادشاه گفتند که در واشنگتن میخواهم با جیمی کارتر و ادمنستریشن آنها به گفتگو بنشینم. این مطلب در کتاب آقای افشار نیز آمده است. اما در این ارتباط در دیداری که با آقای اردشیر زاهدی داشتم، ایشان این موضوع را تکذیب کردند و می گفتند اگر چنین تصمیمی گرفته شده بود، من می بایستی به عنوان وزیر امور خارجه ایران می دانستم، در حالی که اینطور نبوده است. به هر حال ما می دانیم که شاه به اجبار مملکت را ترک کرد و این خواست او نبود، هرچند که باز ما می دانیم که محمد رضا شاه برعکس پدر خود رضا شاه به هیچ وجه انسان شجاعی نبود و در طی دوران سلطنت، یا بهتر بگویم حکومتش، اقلن 5 بار قصد ترک ایران را داشته است و نمیخواسته که با مسائل پیچیده مملکتی درگیر شود. من لغت فرار را برای این حرکت پادشاه استفاده نمی کنم، چون بدون شک در همه این تصمیم گیری ها صرفا فرار مطرح نبوده است. اما به هر حال پادشاه ما احیانا نمیخواسته که به سرنوشتی مانند پادشاه عراق که در کاخ خود بمباران شد دچار شود. آقای اردشیر زاهدی هم به این امر غیر مستقیم اشاره دارد. اگر من یه دفعه علازه شاید بارها فرمودم چطور همه ناراضی رو تو به من میگی؟ جواب نداشتم. بگم من بهشون سوگند خورده بودم، عاشقش بودم، هستم و خواهم بود، برای مملکتش خدمت کرده، وظیفه خودم بود بهشون عرض بکنم. منم ممکن اشتباه کردم،
همینطور که فرمودن چطور، من که متخصص نیست، فقط عرض من این بود که شما نمیتونید نخست وزیر باشید، وزیر باشید، استاندار باشید، ارشد که شهردار باشید، اینها رو باید اشخاص مختلف داشته باشن، مسئولیت داشته باشن، خوب کردن تشویق بشن، بد کردن شدیداً تنبیه بشن. نداشتن عدالت، نداشتن به حقوق مردم رسید، به درد مردم برسید و این مردم دیوانن برزن تو خیابون خود رو کشتن بدن. به هر حال های سادی قابل مقایسه با امروز ایران که نیست متاسفانه، ولی شما سوالی از من کردید، من امروز که من همون وقتشم گفتم اگر رفتید توی این مملکت خون را میفته، ولی اون روز اگر ما وظیفه خودمون رو انجام داده بودیم، حتی معتقد بودم و هستم و خواهم بود که اعلی حضرت نباید، شاید من اشتباه میکنم، این وحشیگاهی که بعد شد، ولی هر انقلابی این چیزا رو متاسفانه انقلاب تنها میگم ملکه انگلیس رو 600-700 سال پیش کردنش زدن، اینها چیزاییست که تو انقلاب ها پیش میاد، مردم باید یواش یواش خودشون فهمیده شلو رو. اینی که رو شما سوالی کردید به گذشته جوابتون دادم. راجب آتیه میخواید بگیم همی سوال خواهش بکنم. فقط من یک جا خواندم که در روزهای پایانی رژیم گذشته، موقع که شما در کاخ سلطنتی بودید، اعلی حضرت اشاره کردن که قصد مسافرت دارن و تصمیمشون رو گرفتن و شما در مقابل اشاره کردید که من قصد دارم بمونم و مبارزه کنم. صحیح. و ایشون تأکید کردن که نمیدونم کی بهتون گفته، من فکر میکنم در یک مسابقه از شما خواندم، من اگه اشتباه کنم در راه زندگی، در راه زندگی که چند تنم وجود در حضورتون بودن، به هر حال شما موقع که تأکید داشتن، بله این حرف عرض کردن، ایشون گفتن که شما اگر اینجا بمونید تکی تکی میشید، یه همچین چیزی میخوان عرض کردم، من میگیرن حبست میکنن نابودت میکنن، گفتم من میمونم مبارزه میکنم. بعد موضوعی فرمودن، چون اون وقت اولی حضرت ملک پهلوی اونم مخالف بودم، ایشون خارج تشمیرن، نمیدونستم ما گایقات ممکنی وحشید، چون میدیدم روحیه مردم، من اون وقت میخواستم ولیعت رو از کلرادو بیارم ایران، مردم ببینن ولیعتشون رو، بین شاهشون پلوشون، ولیعتشون پلوشون، ملکهشون پلوشون، ملکه مادر. خب اونها هم حق داشتن، بالاخره هر پدری، هر مادری، هر مادر بزرگی، هر خواهری هم علاقمندن، اونها هم باید سلام علیکم. من شاید یه خود تون در این موقع، ولی معتقد بودم که اگه ایشون تشریف نمی بردن، آرتش از بین نمی رفت، چون برای شاه آرتش، شاه براشون سایه خدا بود. اگر پارتش میموند این بدبختی ها پیش نمی آمد. یک بار دیگر می نشینیم پای صحبت دکتر امیراسلان افشار، رئیس تشریفات پادشاه، که تا آخرین روزهای زندگی محمد رضا شاه پهلوی در کنار او بود، و گوش می کنیم به خیلی از مسائلی که ایشان در مقابل دوربین برای ما توضیح میدن. البته مسائلی هم بود که شرح آنها در مقابل دوربین جایز نبود، ولی برای من بسیار آموزنده بود و از آن بهره می بردم. به منزل ایشان می رویم در شهر نیس، در کنار دریای نیلگون جنوب فرانسه، بلوار پرومناد زنگله. من این سوال رو در مراکش از خود اعلیحضرت کردم، گفتم اعلیحضرت آقای چطور شد که تغییر عقیده دادید؟ شما که فرمودید اویسی بیاد، به چه دلیل اثاری؟ بعد اعلیحضرت فرمودن که وقتی که این آقایون، این حضرات، آمدند و صحبت کردیم، اینها نظرشون این بود که اگر اویسی بیاد خیلی شدید عمل میکنه و بعض بدتر میشه، باید یک کسی بیاد که ملایم باشه و بتونه مردم رو ساکت بکنه، و اون آقای اثاری بود، البته مطابق میل آمریکا و انگلیس بود. بله، در این شکل نیست. خب این در همون روزهایی نبود که آقای هویزر هم در ایران بودند، یا هویزر بعد از بعدن بعد در آمد؟ بله. ممکن بفرمایید شما خودتون مطلع شدین که آقای هویزر در ایران هست؟ من با آقای هویزر اصلا ملاقاتی هم نداشتم. آقای هویزر یک مرتبه اومد حضور اعلی حضرت شرفیاب بشه، هویزر آمده بود و
در تهران قرباقی رو دیده بود و دیگر رو دیده بود و بعدم تلفن کرد قرباقی به من که از علازت اجازه بدن که حوزر بیا شرفیاب بشه. بعد علازت فرمودن که بعد از اینکه همه اینا رو دیده میخواد بیاد من شرفیاب بشه، اصلا لازم نیستش بیاد. ولی خب بالاخره فرمودن آمد و دید. من فقط حوزر رو در اونجا دیدم. بس حالا حوزر چه برنامه‌ای رو حقیقتا خدمت ساعتی چه برنامه‌ای رو داشته و چه جور می‌خواسته عمل بکنه، بنده چون کارم حقیقتا کار دیگه بود متاسفانه وارد نیستم. پس به هر حال حوزر به دیدن شاه فقید آمد. بله. چه مدتی با هم صحبت کرد؟ نه منم بودم اتفاقا در اتاق خیر، ولی من بودم در حدود نیم ساعت هم بیشتر نه. چون علازت خیلی خوشش نیومد بود از اینکه اول مطالب دیگری در میون گذاشته با افراد دیگه بعد آمده بودیم. خب در کتاب خود ایشون آمده که ایشون یعنی آقای هویزر نوشته که من رفتم فقط به سران ارتش بگم که فکر کودتا نباشن و حفظ بکنن ارتش رو. حالا چقدر این به واقعیت نزدیکه؟ بله دقیقاً در کتاب آمده. به هر حال روزهای بسیار حساسی بوده که شما مسئولیت بزرگی در دربار شاهنشاهی داشتید. در اون دوران فکر میکنم در همون روزها بود که هویدا هم در زندان بود، درسته؟ هویدا البته وقتی که اظهاری آمد تقریبا یک هفته بعد از این جریان ادهی زندانی شدن. شما دلی هویدا نه منزل بود و بیکار بود برای خاطر اینکه آقای ارغلان وزیر دربار شده بودن. آقای هویدا منزل بودن. یه روز علازت به ما فرمودن که شما برید امروز پیش هویدا و به هویدا بگید که شما چندین سال خدمت کردید و خسته شدید و من از شما میخوام که یه مسافرتی برای به استراحت به خارج بکنید. هر جام که میخواهید برید میتونید برید، البته یعنی البته به هر شغلی که دلتون بخواد سفیر بشید اینا، ولی بهتره که یک مسافرتی به خارج بکنید استراحت بکنید برای اینکه این جمله شما که خسته شدید. چه تاریخی بود آقای افشاری؟ بله قربون، این چه تاریخی بود؟ تاریخی بود که تقریبا یک هفته بعد هویدا رو زندانی کردن. صحیح درست تقریبا الان درست تاریخ ها سیاده نیست ولی من نمیدونم در ارتباط با اظهاری فرموده که بعد من رفتم هویدا با ربد و شام نشسته بود تو اتاقش و پیپش هم داشت میکشید و آقای قفاری که همکار آقای هویدا بودش در فرخ قفاری میفرمایید نمیدونم بذار کوچیکش رو فراموش کردم و ما خیلی دوست بودن. ایشون هم اونجا نشسته بودن پیش آقای هویدا و مادرشون هم رو زمین گوشه نشسته بودن. بعد من امر علازت رو ابلاغ کردم و گفتم آقای هویدا خیلی هم خوب محبت داشتن نسبت به من هم خیلی بهشون علاقه داشتم. بعد آقای هویدا گفتن که خدمتشون عرض کنید که یک دنیا از محبتشون و از لطفشون تشکر میکنم، ولی اگر من قرار باشه که مسافرتی به خارج بکنم اول من باید مادرم ببرم که از من بیشتر احتیاج داره و مریضه، ولی من مادرم هم نخواهم برد برای خاطری نمیرم و برای خاطری که من مطمئن هستم که بعدا خواهد به من همه گفت که رویدا فرار کرد که من نمیخواهم بزرد مادرم هم نخواهم برد و خیلی هم تشکر میکنم. من روز بعد رفتم به علازت عرض کردم که جریان اینطور بود. علازت گفت چطور رد کردن؟ عرض کردم بله. گفت آخه این مرد همینطوری دستاشون بلند کردن فرمودن آخه این مرد نمیدونه که ممکن هستش که چه اتفاقی سوی براش بیفته بعدن. گفتم قربان من همونطوری که فرمودی عرض کردم جوابش هم همین این بود. بعدن علازت برای اینکه مطمئن بشه آقای معینیان هم فرستاد با همین پیغام صحیح پیش آقای پیش هویدا و بعد اونم با همین جواب برگشتون. پس اینه که آقای میلانی در اول کتابشون در سطر اول نوشتن که سگاشون رو بردن ولی هویدا نخست وزیرشون رو گذاشتن، حضرت این پیشنهاد رو کردن، هر مقامی هم که میخواستن ایشون بهشون میدادن و بهشون هم خواستن که ایشون برن خارج دیدن ولی خود هویدا قبول نکرد. بفرمایید چون چند روز پس از اون قبل از اینکه ایشون دستگیر بشه در کتاب‌های مختلف ما خواندیم که تصمیم گیری شده نسبت به اینکه چند تنی رو زندانی بکنن، تو اون جریان شما بودید؟ بله این فقط بنده تا این اندازه میدونم که این پیشنهاد خود آقای اظهاری بود و تصور میکرد آقای اظهاری که با این عمل ایشون میتونن که مردم رو ساکت بکنن و بگن که خب این کسانی که شاید باعث این ناراحتی ها در کشور بودن که شما الان اظهار ناراحتی میکنید اینا رو ما همه رو قرار اجراتن گرفتیم محاکمه شون بکنیم ازش. البته بقیده بنده چون آقای اصحاری
نظامی بودن و سیاسی نبودن، بقیه بنده استفاده از این کار نبردن. بله متأسفانه اشتباه پشت اشتباه اینطور که ما شاهد شدیم. بله تصمیم گیری ها به هیچ وجه درست نبود. پس به این ترتیب شما تو تصمیم گیری برای زندانی کردن چندان که از جمله حویدا هم جزو اونها بود اصلا در اون جلسات تشریف نداشتید؟ نه. ما یه جلساتی البته داشتیم که همیشه بعد از ظهر تشکیل میدادیم و صحبت میکردیم که چه برنامه‌ای هستش برادر ازت میرسونیم. و من شخصا سعی میکردم تمام کسانی که کنار بودن و سالها بود علازت رو ندیده بودن تمام اینها رو من مجددن برگردونم حضور علازت و یکی یکی اینها رو همه رو میانوردم حضور علازت. کسانی که مدت ها از آقای عبدالله انتظام گرفته، از آقای مشیر فاطمی گرفته، از آقای مجله خواندنی ها بله که کشتن متاسفانه همینطور از همه طبقات. چه حتی یک روز آخر، روز آخری که علازت داشتن تشریف می بردن ایران رو ترک می کردن، باور بفرمایید تقریبا 8 یا 9 نفر افراد جنوب شهری رو ببخشید با کلا مخملی که میگن اومده بودن همه اینا رو آوردن من تو کاخ پیش علازت، همه به پای علازت افتادن، چشماشون می اومد و اینا تشریف نبرید علازت اومد. خب برنامه ریخته شده بود که همچین کاری بکنن، شاید شاه فقید از تصمیمشون برگردن. ولی خود شما چه حس میکنید؟ چرا انقدر شاه مصمم بود که حتما ایران رو ترک کنه؟ آیا به خاطر قولی بود که به بختیار داده بود؟ نه. بنده شخصا چون وارد از این میتونم فرمایش کنم اینجا وارد هستم که اعلیحضرت تقریبا یک ماه قبل از اینکه از ایران تشریف ببرن به من فرمودن که سفیر آمریکا من باید صحبت کردم و سفیر آمریکا من گفتم که بخواد از مقامات آمریکایی که من یه مسافرتی به آمریکا بکنم و سفیرم آمریکا برگشت اومد و به من گفتش که هر موقعی که بخواید شما میتونید به آمریکا بیایید. بعد ازم بعد علازت فهمیدن که یه ترتیباتی بدید که ما تقریبا تا 15 روز دیگه یک مسافرت 3 ماهه به آمریکا بکنم. عرض کردم که خب علازت فهمیدن که نظر من از مسافرت به آمریکا اینه که من برم در اونجا با وایت هاوس، با نشنال سیکیوریتی کانسل، با وزارت امور خارجه، با CIA، با تمام با کنگره صحبت بکنم و بگم آقا شما دارید اشتباه میکنید، شما دارید بزرگترین خبط رو در خاورمیانه میکنید، اگر وضع ایران با هم بخوره وضع خاورمیانه اصلا پاچیده خواهد شدش، نکنید این اشتباه. من میخوام اینا رو بهشون ثابت بگم که اینقدر شما گوش نکنید به حرف سفیرتون آقای سلیمان، ببینید که وضع مملکت ما چیه و من توضیح بدم به اینا و من میخوام برم اونجا. بعدم فرمودن که عرض کردم که خب کی در رکاب علازت باشه، فرمودن که نه هیچ کس، فقط شما بیایید، اونم برای 3 ماه بیشتر هم ترتیبش بده. بعدم ترتیب مسافرت علازت رو به آمریکا دادم تا اون ترتیبی که بریم. بعد درست قربون یه هفته مونده بود به اینکه از ایران بریم، یه روز علازت به من فرمودن که کارتر به من تلفن کرده و از من خواسته که من سر راه آمریکا یه توقف کوتاهی در آسوان بکنم و در آسوان من جنرال فورد رو ببینم، یعنی جنرال نبود، یعنی رئیس جمهور سابق فورد رو ببینم و آقای سادات رو و راجع به کمپ دیوید صحبت با هم بکنیم، چون علازت هم میدونید در حقیقت بنیانگذار این ایده بود که مرحوم، این بنده فقط جمله معترضه عرض کنم که مرحوم سادات چندین بار به تهران اومد خیلی محرمانه که اصلا خود علازت هم به فرودگاه نرفت، فقط تنها کسی که میرفت من بودم، ایشونو میبردم به کاخ سعدآباد 2 روز میموندم با علازت مذاکره میکردن و بعد میرفتم. پس طی این 1.5 سال آخر حکومت گذشته ایشون چند بار آمده؟ 2-3 بار. بله و بعدم علازت هم با آقای سادات میگم آقای سادات شما باید اسرائیل رو رسمیت بشناسید، شما تنها کشوری هستید که زجر میکشید از این وضعی که الان وضع جنگی که هست، کشورهای عربی دیگه همه ساکت نشستن، هیچ کدومشون یه دونه سرباز هم تا حالا کشته ندادن. خلاصه موضوع کمپ دیوید و اینا به وقت علازت فرمودن که ترتیبی بدید که ما 2 روز بریم وسط راه به آسوان، از اونجا بریم به آمریکا. بعد یه 2-3 روز که گذشت علازت من فرمودن هیچ خبری نیست، هیچ ترتیبی ندادی. اصلا من قربان نمیتونم ترتیب بدم برای خاطری که من اصلا نمیتونم با آسوان، نمیتونم اصلا با مصر تماس بگیرم، پست نیست، تلفن‌ها تعطیل، فاکس اعتصابه، همه هواپیما بنزین، اصلا به هیچ شکلی من هیچ جور نمیتونم من تصمیم بگیرم برم، نمیتونم پیدا بکنم، نمیتونم تصمیم بگیرم که چه کار بکنم. بعد از اون تمام در حال پس یه کاری باید بکنید. اتفاقا
من اون روز شب در یه جایی که بودم سفیر آمریکا رو دیدم، اون به من گفت که علازت کی تشریف میارن به آسوان. گفتم این گرفتاری ها هست که نمیتونم من تصمیم بگیرم، ارتباط نمیتونم فاکس بفرستم، نمیتونم فاکس رو موقع هنوز نبود، فاکس بود اون روزا. بله ولی نه قطع شده بودش آخه، میدونی هر چه از طرف ما میومد قطع میشد آخه، چون یه دشمنی خاصی اصلا داشتن و تمام چیزی که مربوط به دربار میشد. ببینید حالا سوال دیگه مطرح میشه، یعنی خود شاه فقید اون موقع نمیدونست که یه همچین اتفاقاتی افتاده، یعنی برق که خیلی اوقات میره یا روابط تلفن و تلگراف؟ خب اینو شما الان بهتر میدونید. بله ولی بله ازاز فکر میکنن که خب رفتنشون از ایران با هواپیما میرن به چیز نباید اینقدر اشکال داشته باشه که برن تشمیر. من سوالم چیز دیگه است آقای افشار، شاه فقید نمیدونستن که در اون روزها که شما بهش اشاره کردید مثلا ارتباط تلفنی خیلی اوقات قطع یا تلگراف و اینا نمیدونستن؟ تو جریان نبودن؟ البته میدونستن، ولی خب میدونی این دیگه جزء زندگی روزانه مردم متاسفانه شده بود دیگه، کاری هم نمیتونن. تازه علازت هم اگر میخواستن برن بازم فکر میکردن که خب اینا ممکن هستش که با رفتن من بتونم یه صحبتایی بکنم، به یک نحوی بتونم اینا رو تحریکات بی بی سی رو کم بکنم. بخاطر من سفیر بی بی سی رو خواستم اومد، سفیر انگلستان رو خواستم اومدم بهش گفتم علازر میفرمایید شما دارید بیداد میکنید، مملکت رو دارید شما به هم میزنید. بعد اون وقت اون گفت من با شما میدونید، البته میدونید که بی بی سی ما دخالتی نمیتونیم در کارش بکنیم فلان اینا از این صحبت ها، ولی من سعی میکنم برای شما جواب بیارم، که بعد یه جوابی بود که البته اگر وقت باشه بعدا عرض میکنم. چندی پیش کتابی چاپ شد در رابطه با بی بی سی و منافع بریتانیا در کشور ایران که نقش بی بی سی لندن را در مسائل جهانی مورد بررسی قرار داده است. به نوشته و دیدگاه امیر طاهری در این کتاب شما متوجه می شوید همانطور که شاه فقید می گفت بی بی سی واقعا با قصد قبلی در سال 57 به شورش در کشور ما کمک می کرده و مجریان آن در آن سالها موافق دگرگونی در حکومت ایران بودند. ولی در هر حال این موضوع چیز آسمان آخر سرش بالاخره سفیر آمریکا شب نصف شب به من تلفن کرد و گفت امروز من با وسیله بی سیم سفارت آمریکا با بی سیم سفارت خودمون در قاهره تماس گرفتن و اونا با دولت تماس گرفتن و آقای مبارک گفتن که پس فردا ساعت 2 بعد از ظهر آقای سادات منتظر علازت هستن در آسمان. بدین ترتیب خب روز 16 ژانویه که 26 ماه دی میشد از تهران ما رفتیم به آسوان. ولی روزی بود که در ضمن به بختیارم تا اونجا که خاطرم هست کابینش رو معرفی کرد. ما رفتیم به آشیانه مخصوص و بعد علازت به من فرمودن تلفن کنید که بختیار ببینید که بختیار رأی اعتماد گرفته یا نگرفته. صحیح. اگر گرفته بیاد. بعد خبر بنده چی خدمت رو کردم، تلفن آشیانه قطع شده بود، سیما رو بریده بودم، اصلا نمیتونستیم تلفن بکنیم. بعد تلفن کردیم به وسیله بی سیم گارد به سعدآباد، اونا با بی سیمشون با گارد خودشون در مجلس تماس گرفتن و به آقای بختیار گفتن که علازت شما رو احضار کردن و تلیکوپتر فرستادن و بختیار اومد رأی اعتماد گرفته بود. البته آمد و همینطور چند دقیقه پیش حضور علازت بودن و بعد همینطور که پیاده می رفتم طرف هواپیما که برم بالا علازت آمدن و روی پله اول هواپیما که ایستادند خدافزی کردن از بختیار رو رفتن بالا. وقتی که رسیدیم بالا به من فرمودن که بختیار بگید بیاد بالا. دوباره من صدا کردم، بختیار آمد بالا، آمد بالا و بعد علازت این جمله رو من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، علازت فرمودن که خب به حمدالله شما موفق شدید و رأی اعتماد گرفتی، من الان کشور رو به شما و شما رو هم به خدا می‌سپارم. و بختیارم دست علازت رو بوسید و از پله‌ها اومد رفت. این آخرین ملاقاتی بود که با علازت این چند کلمه بود که علازت بهشون صحبت کرد. ولی بالاخره در چیز در آسیان بعد از 3 روز که ما اونجا بودیم مذاکراتشون تموم شد، علازت به من فرمودن این مردم توریست ها همه در ناراحتی هستن برای اینکه هتل در اینجا رو قرخ کردن در این ماه و الان تلفن کنید شما به سفیر آمریکا و بگید که ما چه روزی وارد آمریکا بشیم. قرارم شده بودش
که اعلی حضرت با هواپیما در اندروز ایر فورس بیس در واشنگتن بیاد پایین و از اونجا با هلیکوپتر برم منزل انمر که دوست اعلی حضرت بود در اونجا باشن و بعد اعلی حضرت شروع کنن به برنامه شون، یعنی 18 ژانویه اگر دو روز بعد برنامه این بود گذاشته شد بود. بعد من تلفن کردم به سفیر آمریکا و گفتم که اعلی حضرت مذاکراتشون تموم شد با جنرال فوردو و با آقای سادات اینا و چه روزی بیان به واشنگتن. سفیر آمریکا گفت من فردا به شما این خبر میدم، تلفن میکنم سوال میکنم. روز بعد آقای سفیر آمریکا به من تلفن کرد به آسمان و گفتش که آقای افشار شما به عرض اعلی حضرت برسونید که این جمله شو ادمنستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونن که اعلی حضرت بیان به آمریکا. خب آقا مرادی فرمایید، پس یک کاری یه برنامه پیش ساخته ای بود که ما رو از اونجا آوردن به اینجا و از اینجا به اونجا را ندادن. تمام این آسمان یک بازی بودش در حقیقت برای خاطری که اعلی حضرت رو از ایران بکشن بیرون و بعدم اعلی حضرت رو به آمریکا را ندادن. شما بیشتر بر این عقیده هستید یا اینکه ندانم کاری ادمنستریشن هم میتونست موثر باشه؟ البته بنده از اصل قضیه رو خواستم خدمتتون عرض کنم که تمامش اختلافات به اول عرض کردم، اختلافات وزارت خارجه و آقای برژینسکی به کلی مخالف این جریان بود، آقای ونس دشمن خونی، از همه بدتر آقای پرکت بود، آقای پرکت رئیس اداره ایران بود، اصلا دشمن ایران بود. به چه دلیل نمیدونم، آیا بهش بی‌احترامی کرده بودن، آیا بهش نمیدونم اهمیت نداده بودن، آقای پرکت اینا. شما میدونید قربان که رئیس اداره ایران خیلی از وزیر خارجه مهمتره در هر در. برای خاطری که بنده وقتی که میرفتم پیش آقای وزیر خارجه، آقای میکلاس که رئیس اداره ایران بود اون حاضر بود، وزیر خارجه آمریکا که با 194 تا کشور رابطه سیاسی دارن چطور از هر جایی میتونه خبر داشته باشه که خودش مستقلا با من تمام برنامه رو کنه؟ باید از اداره ایران، از اداره شون بالاخره مطالب ایران و این آقایون حقیقتا آقای کارتر هم گیج کرده بودن، برای که دیگه مرد نمیدونست که چیکار بکنه، اصلا آدم ضعیفی هم بود در حقیقت، آدم ضعیفی هم بود. نمیدونم دیشب پریشب در برنامه اینجا یه برنامه بود راجع به CIA، یه برنامه بود راجع به FBI و این اختلاف این دوتا که باعث این برجای آمریکا از بین رفتن برجای آمریکا شد، اینا یه ذره نشون داد که آقای کارتر میگفت که من اصلا I was not aware، من اصلا خبر نداشتم که برژنف همچین کاری ممکن. ما که با برژنف خیلی دوست هستیم، چه دوستی شما ممکن با آقای برژنف داشته باشید که یه بعد نخست یک رئیس مملکت بود؟ خب این چطور داشته باشه؟ باید بالاخره یک مشاورینی داشته باشه که راهنماییش بکنه، ولی مشاورینش متاسفانه وزارت خارجه و اختلاف وزارت خارجه و وایت هاوس و پنتاگون سه تا با هم، البته شرکت های نفتی هم که در اینجا حتما بیشتر دخالت داشت. من به تشخیص خودم که اطلاعاتم خیلی خیلی کمتر از جناب عالی است عرض بکنم، این نابسامانی امروز هم در ادمنستریشن آمریکا دیده میشه، هم امروز که ما اینجا نشستیم 27 سال پس از انقلابی که در ایران رخ داد و دگرگونی که به وجود آورد متاسفانه امروز هم دیده میشه و هنوز وضع خالص نشده. حالا حضرت که در آمریکا تشریف دارید فکر نمی‌فرمایید که خود آمریکا از این برنامه‌ای که برای ایران درست کردن و با این دستابیلیزه کردن ایران تمام خاورمیانه رو به هم زدن، دقیقاً آیا خودشون نمیدونن که این اشتباهو کردن یا برو خودشون نمیارن؟ نمیدونم. ببینید افرادی یک زمانی مصدر قدرتی هستن و بعد کنار میرن، میدونید که سیستم آمریکا چه است، ولی مجموعاً بدون شک، یعنی درش شکی نیست که جا به جای قدرت در ایران باعث عوامل نابسامانی کنونی شده. مطمئنم بحثی درش نیست و در این مورد شرکت های نفتی هم که بسیار رولشون بازی میکنن. این برنامه پریشب بالاخره آخر سرش صحبت این بودش که CIA میگفت که در آمریکا، در عربستان سعودی حقوق بشر رعایت نمیشه، باید دموکراسی به وجود آورد. اینا بعد در جواب آقای وولسی میگفت که بله ولی منافع پترولیوم ما اونجا به هم میخوره اگر این کار بشه. آخر سر تمام این یک ساعتی که من شنیدم، آخر سر نتیجه برای از این گرفتم که گفتن که برای ما هیچ کدوم اینا مهم نیست، خلیج فارس و نفت. خب در رابطه با ایران هم فکر میکنم مهمترین قضیه همین نفت و اگر فقط این خدمت رو عرض کنم، خیلی انترسانه وقتی که من به سفیر انگلیس گفتم که این BBC شما محشر میکنه، گفت سوال میکنم، رفت و دو روز بعد برگشت اومد و گفت که ببینید من دارم به شما یه سری میگم،
دی پریشب در تلویزیون انگلستان نشون دادن 4-5 نفر از ایرلندی رو که ماسک سیاه زده بودن و این ایرلندی ها همشون فحش میدادن به انگلستان و میگفتن اگر میگید که بمب گذاشتیم بمبم خواهیم گذاشت، با برنامه‌مون آزادی هستش و ما با برنامه‌مون نابودی، هر چی که از دهنشون نمیومد در حقیقت به انگلستان گفتن. و بعد اون وقت آقای سفیر انگلیس گفتش که آقای شما میبینید وقتی در داخل خود انگلیس برنامه تلویزیون ایرلندی ها رو نشون میده که فحش به انگلستان میدن و میگن که ما بمب میذاریم بعدن هم خواهیم گذاشت و این برنامه رو اجرا خواهیم کرد، چطور ما میتونیم به اینا بگیم که؟ گفتم آقای سفیر انگلیس فقط از شما یه سوالی دارم، الان 7-8 ساله که شما با این ایرلندی ها این گرفتاری داری، چطور 4 روز پیش که من به شما گفتم بی بی سی دخالت در کار ایران میکنه، همین 3-4 روزه اینا رو حاضر کردن و این مطالب رو گفتن که شما این رو جواب داشته باشید به بنده بگید؟ بریتانیای کبیر است دیگه، شما که سیاستشو بهتر داشته هستید. ما دیگه میدونید که گرفتاری ما یکی دوتا که نبود. شما یک کتابی رو بنده خدمتون تقدیم کنم، بعدا مطالعه فرمایید، دخترم ازش خواهش کردم از لندن برای من فرستاد، خاطرات متروخین. متروخین رئیس کل آرشیو کی‌جی‌بی بود. صحیح. این آقای رئیس آرشیو کی‌جی‌بی 25 سال تمام رئیس آرشیو بود. میدونین آرشیو یعنی چی؟ آرشیو یعنی که تمام اطلاعاتی که میاد میره، اونم کی‌جی‌بی. یه کتابی نوشته در 1000 صفحه در 2 جلد و این شما وقتی این کتابو میخونید ببینید آقا این اعلی حضرت بدبخت میدونید که در چه وضعی بودش و چه جور میبایستی در تمام جبهه ها به جنگه. شما باور نمیتونید بکنید این کتابو بخونید، 40 صفحه راجع به ایرانه که چقدر کی‌جی‌بی در داخل ایران فعالیت داشت، چقدر این تحریکاتی که میشد به دست کی‌جی‌بی میشد و به دست آمریکا نمیشد و این کی‌جی‌بی ها بودن که آقای سلشتر مقربی رو آورده بودن برای خودشون گرفته، تمام این افراد هم دونه دونه ارث برده. و بعدم آخر سرم که آقای آنتروپوف در یه جلسه گفته که من خیلی میترسم از سرحدات جنوبی کشورمون، برای که ساواک ایران تمام افراد ما رو شناسایی کرده و این افراد ما رو گرفتن و ما نداریم دیگه کسانی رو در اونجا. باید الان یه فعالیت‌های دیگه ای بکنیم، باید شاه ایران رو دستابیلیزه بکنیم و چون خودمون اینو گوش کنید و چون خودمون نمیتونیم این کارو بکنیم، اینو باید از طریق آمریکا انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که صحبت ها یعنی که ما آمریکایی‌ها رو به یه نحوی آماده می‌دونیم که آمریکا شاهو برداره که به اسم ما تموم نشه. و اجازه بفرمایید وقتی که من این موضوع رو اینه به این ترتیب که بنده نمیدونستم این جریان رو که، ولی شبیه به این رو من با علازت در مراکش صحبت میکردم، علازت فرمودن که تمام اینا درست، همه اینایی که بگید چرا من مقاومت نکردم، چرا این کار رو نکردم، درست، ولی دستشون گذاشتن رو سینه گفتن اینا منو نمیخواستند و اینا میدونستن که من برم 40,000 آمریکایی هم از ایران خواهند رفت. من اگر برم تمام این تأسیساتی که در شمال ایران در خلیج در بحر خزر هستش، بله، که تا نصف روسیه رو کنترل میکنه، اینا نابود خواهد شد و یه مملکتی خواهد شد به روسیه. الان هم واضح فرمایید، الان هم روسیه شده یک میدان تاخت و تاز برای ایران، شده یک میدان تاخت و تاز برای روسیه. حالا این کتاب یه دفعه ملاحظه بفرمایید ببینید که چه دخالت‌های زیادی در این مملکت طرف میشد. دلوقتي. چند دفعه خواستن علازت رو اعدام بکشن و اینجا در این کتاب همش نوشته، آخرین دفعه نوشته بود علازت که برای افتتاح مجلس میرفت ما اتومبیل پر از بمب گذاشتیم در سر راه علازت، ولی منفجر نشد، کار نکرد دستگاه که منفجر بشه. خیلی جالب. خب دیگه چجوری میخواد شما مبارزه بکنید؟ در طی هفته های آینده باز هم به بررسی آواری که به عنوان جمهوری اسلامی بر سر ما خراب شد میپردازیم. طوفانی که عامل کوچ چندین میلیون ایرانی گشته است و کند و کاو این عوامل ما را به چند و چون تلاش صد ساله ملت ایران برای دستیابی به آزادی نزدیک می‌کند. با ما باشید. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به
پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.